همکیشان عزیز، اعضای محترم کنیسای نسخ، شالوم. در این جلسه در ادامه مطالبی که راجع به تاریخ هشبونائیم گفتیم، این انقلابی که بسیار تأثیرگذار در تاریخ یهود بوده، در این جلسه به طور خلاصه من تمام این دوره رو میخواهم نتیجه گیری بکنم و مرور بکنیم با یک دیگر. انقلاب هشبونائیم در سال 167 قبل از تاریخ مسیحی شروع شد در شهری به نام مدین به وسیله کاهنی که به نام متتیا کوهن گدول. متتیا از خاندانه کوهنیم یهویاریف بود. ببینید کوهنیم همیشه هر خاندانی میچرخیدند، یک مدت مشخصی میومدند در بیت المقدس، یک کوهنی میکردند، وظایف خود را آیین مقدس انجام میدادند و سپس نوبت به دیگران میدادند. ولی یونانی ها کوهن گادولی را انتخاب میکردن که دوستدار فرهنگ و تمدن یونانی باشه. در زمان متتیا کوهن گادول که خودش هم کوهن گادول بود، از خانواده یهودی که از یروشلایم رفته بودن بیرون، در مدین زندگی میکردن. میبینیم منلئوس که اسمم یونانیه، مشخص کننده است، و یاسون یا منلئوس، اینا کسایی بودن کوهن گادول بودن. البته کارهای خلاف تو به تمیقداش نمی کردن، خلاف آیینی که می بایستی انجام بدهن، ولی اینها تمدن یونانی و هلنیزم بودن، یعنی دوستدار تمدن یونانی بودن و کارهایی می کردن که نبایستی بکنن. یاسون می رفت توی جیمناسیون می شست و مسابقات رو تماشا می کرد. این کار کوهن گادول نبود. و متتیا خیلی ناراحت بود از اینکه بر آمدن احکام انتیاخوس چهارم منلئوس را آوردن علیه قوانین یهود. این دیگر آخرین ضربه بود که باعث شد متتیا و فرزندانش علم شورش و انقلاب را برپا بکنند و نتیجهش این بود که یهودا در چند جنگ توانست سپاهیان یونانی را شکست بده. البته شرایطی که وجود داشت به خاطر اینکه انتیاخوس چهارم درگیری جنگ با قدرتی که الان ظاهر شده بود، با رومی ها بود، شکست خورده بود، میبایستی اون مقدار زیادی مالیات بده. ببینید شرایط همیشه طوری است که اگر خداوند، ما میدانیم خداوند تنظیم کننده تمام شرایط و حرکت‌های تاریخی است، و این زمان مشخصی بود که یهودا توانست به خاطر درگیری انتیوخوس در جای دیگر بتونه یروشلایم رو بگیره، دو مرتبه به تبلیغداش را چیکار بکنه، آباد بکنه، یعنی افتتاح بکنه. خنوکا یعنی افتتاح کردن و آیین مقدس در اونجا برپا بشه دو مرتبه. ولی متاسفانه یهودا در سال 160 قبل از تاریخ میلادی در یک جنگ دیگری که درگیری پیدا میکنه کشته میشه و ظاهرا انقلاب و شورش هشبونائیم ظاهرا از بین میره. چرا که برای که تمام بیشتر اون سربازان ورزیدهش متاسفانه کشته میشن. میگن 3000 تا بیشتر سرباز ورزیده نداشته، بقیه داوطلب بودن و همون عده هم که باقی مونده بودن به مرزها رانده میشن. ولی بعد از یهودا یوناتان برادرش میاد رهبر میشه. یوناتان عاقل، فرمانده خوبی است، تو هیچ جنگی با یونانی ها شکست نمیخوره و مجبور میشن که بیان با اون به توافق برسن، به اون آزادی میدن. در حقیقت میگن تو پادشاه یا فرمانده، هنوز پادشاه نیست، خودشو پادشاه نکرده بوده. یونانی ها یعنی هشبونائیم کوهن بودن، در تورا کوهن و پادشاه دو قسمت شدن، هیچ وقت با هم ترکیب نمیتونستن بشن.
پادشاه از دست داوید بود و کوهن از دست هارون کوهن گادول. نه پادشاه میتونست کوهن بشه یا کوهن گادول بشه، نه کوهن گادول میتونست پادشاه بشه. ولی در زمان خشبونیم همین کار رو کرد. در یوناتان بود فکر میکنه، بعد از یوناتان شمعون بود. بعد از شمعون میبینیم یوناتان متاسفانه با حیله و فریب او رو به شهر اکو که یک شهر یونانی نشین بود، فرمانده یونانی او رو برد اونجا و همراهانش رو کشتن، اون رو در زنجیر کردن، غرامت ازش از شمعون برادرش خواستن که جانشینش شده بود و شمعون حاضر شد غرامت رو بده و لشکری جمع کرد که بر علیه اونها، اونایی که برادرش رو دستگیر کرده بودن به جنگ، اونها فرار کردن. در حال فرار یوناتان رو متاسفانه کشتن. و می‌بینیم یوناتان از سال 142 تا 155 قبل از تاریخ مسیحی می‌بینیم پادشاهی، یعنی در حقیقت فرمانده کشور اسرائیل. کار مهمی که کرد یوناتان این بود که اولا تمام قوانین که قوانین احکام ضد مذهب رو یهودا باعث شد که اونها از بین ببرن، آنتیوخوس اونها رو باطل بکنه. و یوناتان کاری که کرد ملت اسرائیل به واسه یه مقدار زیادی مالیات به یونانی ها، به سلوکی ها بده، اونها رو قطع کرد. و یک نکته دیگری که قابل توجه هست، بعد از اینکه احکام آنتیوخوس اپیفانس شروع شد به اجرا، عده از یهودیان مؤمن و معتقد که شبات نگه می داشتن، میلا می کردن و کشروت می خوردن، اینها از شهر فرار کردن. شهر، بلکه شهر زیر سلطه سربازان بود، اینا رفتن تو غارها، تو بیابونها زندگی بکنن. و متاسفانه چون می دانستن این افراد، یعنی یونانی ها می دانستن که یهودی در روز شبات حتی حاضر نیست شمشیر دست بگیره از جون خودش دفاع بکنه، هیچ کار نمیکنه، بلکه شبات رو بی حرمت نسازه. در این مرحله بود از تاریخ ما که علمای اسرائیل گفتن اگر جونت در خطر هست بایستی همه کار بکنی، بیا از جونت دفاع بکنی، اجازه ندی که تو رو بیان مثل بره توی غار بگیرن و بکشنت. این از این موقع شروع شد. و میدونیم قوانین اسرائیل اینه که برای نجات جان مقدس‌ترین روز رو که روز شبات حتی کیپور باشه بایستی باطل کرد و جون اون انسان را نجات داد. حال شمعون یک مردی بود بسیار عاقل و در زمان او شمعون میبینیم سعی میکنه، در اون موقع 30 شهر یونانی نشین در کشور یهودی وجود داشت. شمعون خیلی سعی میکنه از لحاظ گسترش مرزها، از لحاظ اینکه آسایش مردم خیلی توجه داشته، ولی متاسفانه به وسیله دامادش یکی به نام تلمی بن حبوب میاد و اونو و دو تا پسرش رو میکشه و خیلی باعث تأسفه. میبینید وقتی که در بین خانواده، در بین یک ملت نفاق هست، نتیجهش یک ضرر کلی به تمام جامعه است، تمام کشوره. ولی تنها پسر باقی مانده شمعون اسمش هست یوحنان هورکانوس. یوحنان هورکانوس در سال اول پادشاهیش متاسفانه از دار دنیا میره و چون که پادشاه یونان، آخرین پادشاه یونانی که آنتیوخوس سیتس آخرین پادشاه سلوکی ها بود، بلکه از بعد از او تمام سیستم امپراتوری سلوکی سقوط میکنه، این اومد با یک سپاه بزرگ در زمان یوحنان هورکانوس. و یوحنان هورکانوس رفت تو یروشلم دفاع کرد، ولی خب چاره ای نداشت که بیاد تسلیم بشه با شرایط بسیار تحقیر کننده، مالیات های زیاد، شهرهای یهودیه رو از اونها گرفتن
ولی همین پادشاه رفت با پارت ها جانشینان هخامنشی بودند در حقیقت سلسله پارت ها در سال 129 قبل از تاریخ مسیحی شکست خورد و کشته شد و تمام این زورهایی که به ملت اسرائیل گفته بود مثل مالیات دادن و شهرهایی که گرفته بود اونها از بین رفت بعد از این یوحنان هورکانوس می‌بینیم یهودا اریستوبولوس اونه که یک سال بیشتر نمیتونه حکومت بکنه و در زمان او تمام سلسله سلوکیه فروپاشی کرد و امپراتوریش از بین رفت آنچه که قابل تذکر از میان تمام خشمناییم به جز یهودا و تمام برادران هر یک از اونها بسیار اثرگذار بودند در تاریخ یهود الکساندر یننای الکساندر یننای از سال 103 تا 76 قبل از تاریخ میلادی پادشاهی میکنه یننای پادشاهی بود تشکیل یک سپاه بسیار عظیم داد سپاهی که مثل یونانی ها افرادش اجیر شده بودند یعنی پروفشنال بودن در حقیقت و کاری که کرد این 30 شهر یونان نشین رو وادار کرد که از شهرها بیرون بروند بعضی شهرها رو خراب کرد و کار دیگری که یننای کرد که شاید زیاد جالب نباشه قبایلی که اطراف زرزها میشستند و شهرها میشستند اونها رو وادار کرد که یهودی بشن یکی از اونها ادومیا بود در جنوب کشور یهودیه که تمام ادومی ها رو بازو وادار کرد که گر بشن یعنی یهودیت رو به عنوان مذهب خودشون بپذیرن و انجام بدن یننای کسی بود که سعی کرد پادشاهی و کنگادری رو در یک جا جمع بکنه ولی علمای یهود با اون مخالف بودن علمای سنهدرین در اون موقع سنهدرین یک مجمعی بود از علمای اسرائیل که این مجمع رئیسش شیمون بن شاتخ بود شیمون بن شاتخ در تاریخ ما خیلی مهمه چرا؟ اولا که او برادرزن یننای بود چون برادرزن یننای بود یننای با تمام قدرتش نمیتونست خیلی کاری با این بکنه یننای معروف یک روز موعد سوکا وقتی که رفته بود بخواد به عنوان کوهن گادولی پادشاه است به کوهن گادول هم باشه کارهایی که در بیت المقدس انجام بدن همه مردم اونایی که تو بیت المقدس بودن همشون با لولا و اتروک بودن همه اون را اتروک بارو میکنن با اتروک میزنن رو سرش این دیگه یعنی هم دیوانوار خیلی ها را از بین میبره همیشه این تنش و این تضاد بین اونها بوده و شیمون بن شاتخ گفتم یک مرد بسیار مهمی در تاریخ ماست برای که اون کسی بود که آمد اولین بار با اینکه در ازدواج یک سندی بایستی تنظیم بشه این سند سند کتوباست اون بود که اومد گفت این کتوبا بایستی یک چیزایی می نوشتن ولی اومد اون رو چیکار کرد کلاسه کرد درستش کرد و وادار کرد همه قبل از ازدواج بایستی شرایطی که در کتوبا هست و کارهایی که مرد بایستی بکنه زن بایستی بکنه اونها رو در کتوبا وارد کردن بنابراین شیمون بن شاتخ از این لحاظ هم خیلی بایستی دقت بکنیم معروف در تاریخ ما میبینیم بعد از الکساندر یننای که بعد از اینکه میمیره رفته بود به جنگ متاسفانه دچار یک تب خیلی شدید میشه مثل که نمونیا میکنه و میمیره و زنش به نام شلومسیون شلومسیون یک بانوی بسیار فرهیخته بود بانوی بسیار در زبان او همش 9 سال آرامش در کشور اسرائیل بود و شروع از لحاظ اقتصادی از لحاظ مذهبی از لحاظ همه چیز میبینیم در حال شکوفایی است و بعد از اینکه از دار دنیا میره شلومسیون دو تا پسر داره یکیش به نام هورکانوس دوم یکی اریستوبولوس مادر یکی را کوهن گادول میکنه دیگری را یعنی هورکانوس را میکنه کوهن گادول
و پسر دومش آریستوبولوس رو میکنه فرمانده لشکر. بعد از وفات او اختلاف میفته بین برادرها. این اختلاف شروع انقراض تمام سلسله خشبونائیمه. اینها شروع میکنن جنگ کردن و در این زمانه که قدرت روم انقدر زیاد شده که میاد به شرق مصر رو میگیره. پومپئو معروف و کلوپاترا شما اکثرا فیلمش رو ساختن. پومپئو یک فرمانده لشکر بسیار قدرتمندی بود. آریستوبولوس میره پیش اون میگه که تو بیا بین ما قضاوت کن، یکی از بدترین کارهایی که ممکنه. و آقای پومپئو با یک لشکر زیاد میاد تو ارس اسرائیل، میاد تو یروشلایم بدون اینکه اصلا جلوش بگیرن. و وقتی میرسه اونجا به جای اینکه قضاوت بکنه میبینیم آریستوبولوس رو دستگیر میکنه و هورکانوس رو به عنوان کوهنگادول و کار تمام. و روم میشه در حقیقت از این موقع به بعد میبینیم قدرت رومه. و اگر بعداً من راجع به هرودوس صحبت خواهم کرد و اگریپاس، اینها پادشاهایی بودن که ظاهراً یهودی بودن ولی زیر سلطه روم و هرچی اونها دیکته میکردن انجام میدادن. و میبینیم خشبونائیم به خاطر همین اختلاف برادرها این منقرض میشه. ولی کارهایی که بایستی این نکته رو من تذکر بدم، در دوره خشبونائیم یک انگیزش بسیار مهم فرهنگی مذهبی در میان جامعه یهود وجود داره. خشبونائیم کاری کردن، اول همه یک کشور مستقل 77 سال یک کشور مستقل درست کردن و این در تاریخ ما همیشه شد سمبل. تمام نهضت هایی که بعداً به وجود اومد برای بازگشت به سیون، نهضت سیونیسم، هر چی که فکر بکنید، خشبونائیم همیشه در مرکز بودن. در زمان خشبونائیم میبینیم کتاب های مختلفی که وجود داشت، کتاب مذهبی و غیر مذهبی، اینا قاطی بودن. میان کاری که میکنن کتاب مقدس تورا رو، کتاب هایی که بایستی در این مجموعه گذاشته بشه، کتاب تورا، انبیا و نوشته های مقدس، تورا، کتوبیم، نویم، این رو میان مجموعه رو درست میکنن، میگن اینه دیگه، بهش اضافه نبایستی بکنیم. تمام کتاب های دیگری مثلا فرض کنید میشله امثال سلیمانه و یک کتاب میشله دیگر هست، یعنی مثال های دیگر از مال بن سیراست، اینها خیلی مقابل یکدیگر قرار بگیر، خیلی از امثالشون ممکنه مثل هم باشه به صورت های دیگر، ولی مالش روما رو گذاشتن، مال بن سیرا رو گذاشتن. اینگی کتاب خارجیه، اپوکالیپتا بهش میگن، کتاب های خارجی. مثلا کتاب های خشبونائیم را نوشته بودن راجع به خشبونائیم در همان زمان، یا کتاب های جنگ فرزندان نور با تارکیش، بدعور و خوشخ، نمیدونم، از این کتاب های مختلف، اینها رو کنار گذاشتن. حالا ما چطور میدونیم که این کتاب ها هستن؟ این کتاب ها رو بعداً به زبان یونانی ترجمه کردن، به زبان لاتینی، و کلیسیای مسیحی اینها رو حفظ کرده بود، که الان بعد از چندین سال من اینها رو اکثرشان تو اسرائیل دیدم که به صورت عبری برگردوندن. یعنی در این فرهنگ قدیمی، الان فرهنگ درست اینطوری شده، الان مثل یک جور خودسانسوری به وجود اومد به خاطر آینده. و ببینیم درستن بود این کار. در زمان خشبونائیم میگیم مرزها گسترده شد. خشبونائیم فقط فکر خودشون نبودن، فکر یهودیانی بودن که در خارج از این یهودیه زندگی میکردن. وقتی که آنتیوخوس اپیفانوس، فقط به خاطر یهودیه نبود، هر یهودی که در تمام امپراتوری سلوکی بود میبایستی قوانین احکام ضد مذهب را انجام بده و اینا کاری کردن که این احکام اونجا هم چی اجرا نشه. بنابراین میبینید این احساس وابستگی، این احساسی که یهودی در هر کجا که هست این وابستگی را داره، میخواد اون بر دنیا باشه یا تو مرکز، در زمان خشبونائیم به این صورت بیشتر خودش رو جلوه میده. مرزها رو گسترش میدن
و از لحاظ اقتصادی بسیار پیشرفت میکنه ارث اسرائیل، از لحاظ داد و ستد، از لحاظ سیاست و شناخت، نه تنها از لحاظ ارتش، ارتش بسیار قوی درست میکنن مخصوصا در زبان ینای که کسی نتونه بهشون اجحاف بکنه، توهین بکنه. یروشلایم رو بسیار حصارهاش هم میسازن که بتونه مقاوم باشه در برابر حمله دشمن. یروشلایم در بالای بلندی قرار گرفته. میبینیم اینها میراث‌هایی است که از خشبونعیم باقی موندن و یک میراث بسیار بد هم همین اختلاف و جنگ بین برادرانه که متاسفانه نتیجهش دیدیم انقراض خشبونعیم بود. و هر موقع در تاریخ ما این صنعت خینم، یعنی دشمنی بیهوده بین فرق نمیکنه توی جامعه، توی هر جا، توی یک کشوری که ما زندگی کردیم وجود اومده، نتیجهش فروپاشی بوده. امیدوارم خداوند به قلبهای همه ما الهام بکنه که از تاریخ بایستی یاد گرفت، چه در ارث اسرائیل، چه در این جامعه، چه در توی خانواده بین برادرها همیشه صلح و صفا برقرار باشه. شبات روز صلح، روز آرامش، شبات شالوم. امیدوارم همگی رو در کنیسا ببینیم، تو خونه ها، تو کنیسه های کوچیک، تو خونه ها. جامعه بایستی بیاد و خودش رو نشون بده، این ارتباط برقرار بشه. خواهش میکنم بعد از این پاندمیک این مسئله به وجود اومد، الان داره یک عقبگرد هست. یعنی کنیسا مرکز زندگی اجتماعی ماست، نه مذهبی. بیایید کنیسه ها رو پر بکنید، بیایید با هم تفیلا بخونید، بیاییم با هم جامعه‌ای بهتر بسازیم. شبات شلوم.